ماجرای کامل دعوای سیروان خسروی و امید حاجیلی و حواشی اون و همینطور توهینی که سیروان توی کنسرت اخیرش به امید حاجیلی و طرفداراش انجام داد و پاسخی که امید حاجیلی به سیروان داشتش. با ما توی این ویدیو همراه باشید، کل ماجرا رو بررسی میکنیم. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. خب قضیه سیروان خسروی و امید حاجیلی به خیلی سال قبل برمیگره. این دو نفر قبلا خیلی دوستای صمیمی بودن، یعنی حدودا 8-9 سال پیش. البته توی اون سالها سیروان با خیلی از خواننده ها روابط دوستانه صمیمانه ای داشت، از جمله بهنام صفوی، شهاب رمضان، امید حاجیلی، محسن یگانه و خیلی های دیگه. ولی خب کم کم این روابطش محدود شد و الانم که فقط با زانیار همکاری انجام میده و روابطش با بقیه خواننده ها زیاد خوب نیستش. هر چند وقت یه بارم با یه خواننده یه دعوایی رو شروع میکنه. اما برگردیم به امید حاجیلی و دوستی صمیمانه ای که این دو نفر با هم داشتن. این دو نفر حدوداً 8-9 سال پیش یه آهنگ مشترکم با هم اجرا کردن به نام اگه بدونی که چقدر دوستت دارم، که دو صدایه بود و هم سیروان توش حضور داشت و هم امید حاجیلی، ولی تنظیم و آهنگسازیش با سیروان خسروی بود. ولی خب هر دوشون این آهنگ رو مال خودشون میدونن و توی کنسرتاشون اجرا میکنن. خلاصه که دوستی این دو نفر ادامه داشت تا اینکه توی یه مصاحبه ای امید حاجیلی گفتش که سال هاست که دوستیش با سیروان به هم خورده و سر یه اختلافاتی از هم فاصله گرفتن و دیگه با هم دوستی ندارن. حتی سیروان چندین بار پیش قدم شده که دوباره دوستیشون رو از سر بگیرن، ولی خب امید حاجیلی حاضر نشده که این کار رو انجام بده. من و سیروان 8 سال دوست صمیمی بودیم. بودین؟ بله بله بودیم. الان چند سالی که قطع ارتباطیم. نه بابا. یه آهنگ مشترک دادیم بیرون. سیروان داری چیکار می‌کنی تو سیروان؟ شاید من یه کاری دارم می‌کنم. ها؟ شاید من یه کاری دارم. نه، سیروان یه سابقه دیگه‌مون هم داشتیش با آره آره یه سابقه ای آره یه سابقه ای داشته که یه سابقه ای داشته که الان منم اینجوری می‌کنم. در صورت آره یه آهنگ با هم خوندیم که خیلی آهنگ باحال و جذابیام شد به اسم عاشقتم. فضولی نباشه. میتونم بپرسم چی شد با هم مشکل برخورد؟ این کاریه یا نه؟ کاری نیست، رفاقتیه. بعد از 8 سال دوستی صحبتای رد و بدل شد، که البته بعدش هم خب سیروان تلاش کرد که دوستی دوباره برگرده، ولی من خودم خیلی موافق نبودم. یعنی من از این آدمام که خیلی دیر دلم میشکنه، وقتی دلم میشکنه ولی خیلی سخت میشه که دوباره تعریف. خیلی خاطرات خوبی داریم. ولی ان شاءالله این درست باشه که اون سعی کرده برگرده. نه واقعا، ولی دوباره این اتفاق افتاد. شاید من خودخواهی کردم. برو دیگه آره دقیقاً. خلاصه که این ماجرا گذشت چند سالی و انگار سیروان از امید حاجیلی یه کینه یو به دل گرفته بود، تا اینکه توی کنسرت اخیرش روی استیج کنسرت یه کار عجیب کردش که با واکنش تند امید حاجیلی و طرفداراش همراه بود. اون یه بلیت کنسرت از امید حاجیلی رو روی استیج آورد و مدعی شدش که این بلیت همین گوشه کنار افتاده بود و اتفاقی دیدتش، و با یه حالت تحقیرآمیزی راجب امید حاجیلی و طرفداراش صحبت کرد، که بریم با هم این فیلم رو تماشا کنیم. یه کاغذ اینجا افتاده بود، لیست آهنگ ها میگن ست لیست، حالا اونه که نمیدن ست لیست گروهیه، نشه لیست انفجاری تهران، گروه انتحاری تهران. چه خبره؟ اما بعد از این صحبتایی که سیروان خسروی انجام داد، امید حاجیلی با انتشار یه عکسی نسبت به اون واکنش نشون داد و اول گفتش که نمیدونم چرا سیروان این کارا رو کرده، بعدش هم گفتش که این بلیت کنسرت منه که دست سیروانه، احتمالاً سیروان هم طرفدار منه و دوست داره که بیاد کنسرتم ولی روش نمیشه، و یه جورایی خواست پاسخ سیروان رو بده و با حالت تحقیرآمیزی اونم جواب سیروان رو داد. بعدم امید حاجیلی یه استوری دیگه گذاشت و گفت خیلی ها پیام دادن که قضیه چیه، نمیدونم رو صحنه با این بلیت به همه چیا گفته، شایدم خریده بوده که بیاد، در صورت من همیشه ازش به عنوان یکی از طرفدارای دو آتیشه و قدیمیم یاد میکنم. این عکس واقعیه.
بعد از انتشار این صحبت‌ها هم سیروان خسروی استوری گذاشت و یه تیک مصاحبه قدیمی رو منتشر کرد و جواب امید حاجیلی رو داد و گفتش که تو تنها قسمتی از زندگیم هستی که من دوست داشتم اون رو حذف کنم و یکی از بزرگترین اشتباهاتم به حساب میای. یکیش هست که قطعا میدونم چی بوده، حالا شاید خیلی هم بدونن بتونم حس بزنم ولی نمیگم کیو. هم سیروان خسروی و هم امید حاجیری جالب بدونید که چند ماهی دور از استیج و کنسرت بودن و حتی شایعاتی در مورد ممنوع کار شدنشون هم مطرح شده بود. حتی گفته می شد سیروان خسروی به خاطر صحبتهای تندی که علیه حکومت انجام داده ممنوع کار و ممنوع خروج هم شده و به صورت مخفیانه به خارج از کشور مهاجرت کرد. ولی خب مثل اینکه موانعی که برای این دو نفر ایجاد شده بود رفع شد و هر دوشون توی خرداد ماه کنسرت‌هاشون رو برگزار کردن. حتی زانیار خسروی که چند سالی بود دور از استیج بود هم به صورت انفرادی و هم با گروه ایها موفق شد کنسرت برگزار بکنه و حتی به عنوان مهمان هم توی کنسرت سیروان حضور داشتش. زانیار حدوداً 2-3 سال پیش بودش که به خاطر انتشار یه سری استوری از دابسمش دخترهای مدرسه‌ای از آهنگاش به صورت کامل ممنوع کار و ممنوع خروج شد و موانع زیادی رو براش ایجاد کرد. جالبه که دعوای این مدلی بین خواننده‌های جوان‌تر و افرادی که خیلی شناخته شده نیستن خیلی مرسومه، برای اینکه حالا میخوان یه حاشیه ایجاد بکنن و اسمشون رو سر زبون‌ها بندازن. ولی خب هم سیروان و هم حمید آجیلی بیش از 20 ساله که فعالیت هنری میکنن و سال‌هاست که آهنگسازی و خوانندگی انجام میدن و روی استیج رفتن. یه مقدار دور از ذهن بود که این افراد تو این سن و سال با هم دیگه دعوا بکنن و حاشیه درست بکنن. خب دوستان، این بودش ماجرای دعوای سیروان و امید آجیلی. حتما نظراتتون رو با ما تو بخش کامنت ها راجع به این دعوا بنویسید. به نظرتون تو این ماجرا مقصر کدوم یکی از افراد هستن؟ به نظرتون سیروان کار درستی کرده که توی کنسرتش اینجوری راجع به امید آجیلی و طرفداراش صحبت کرده؟ به نظرتون امید آجیلی هم کاری کرده که سیروان بعد از این همه سال نسبت به این ماجرا واکنش نشون داده؟ حتما نظراتتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.